ډیرو ګرانو قدرمنو د سپورت نړۍ پروګرام لیدونکو زه خپل تاوده سلامونه تاسو ټولو د تلویزیون لیدونکو ته چې نړۍ په هر ګوټ کې اوسیږئ په نیک ساعت کې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله وي. زه موسنه کوهستاني او زما همکار رسول کوهستاني خوشحاله یو چې نن بیا هم د تاسو سره یو ځای د سپورت نړۍ پروګرام مخته بیایو. به نام خداوند یکتا و بزرگ، من هم سلام و احترام خدمت شما اولان عزیز هموطنان گرامی دارم. آرزومند هستم که یک ساعت برنامه که برای شما تهیه دیدیم مورد قبول و پسندتان قرار گیره. البته دوستای عزیز، طور که شما در صفحه تلویزیون میبینین، منصور جان یعقوبی ورزشکار بوکسر ما و شما در که در هفته قبل در برنامه آمده بودن، اینا در لندن، کشور انگلستان، در شهر لندن تاریخ 12 همی ماه مسابقه دارن که آرزومند هستم کسانی که در لندن هستن و انگلستان بیاین و جوان افغان خود تشویق کنن و در مسابقه سهم بگیرن. کلاب یا مکتب تکواندوی احمد شاشا در شهر آمبورگ در اشتلشسوب شاگرده های طبقه اوناس دکور را میپذیرن. هر کس که علاقه مند هستن میتونن در این کورس یا مکتب تشریف بیارن. و همچنان در این مکتب تکواندو در اشتلشسوب ما هم برای خانم های افغان خود پروگرام ورزشی دارم. روزای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 5:30 تا 6:30 بجه هر کس که علاقه مند است میتونن تشریف بیارن با ما یک جای این برنامه را پیش ببرن. خب دوستان عزیز، یک اعلان دیگر داریم ورزشی از تمام ورزشکاران طبقه اوناس در رشته تکواندو که در اروپا هستند که توانایی خود را در مسابقات کسب سهمیه المپیک برازیل میبینند، لطفاً با استاد احمد شاه فیضی نماینده فدراسیون تکواندو افغانستان به تماس شوند و یا از طریق ما میتونیم که هم ارتباطشان را درست بسازیم. خب دوستا، شما عکسی که در صفحه تلویزیون میبینین، نثار احمد باوی یکی از قهرمانان افغانستان در رشته تکواندو که چند روز قبل بالایش حمله تروریستی صورت گرفت که خوشبختانه جان به سلامت برد و دشمنان نتانستن که به حمله شومی که داشتن اونا به حساب نایلاین. شما میبینین که قهرمانان افغانستان تحت تهدید قرار میگیرن. چرا، از کجا و چگونه؟ البته این سوال هایست که همه متوجه هستن. خب دوستان، ما امروز برنامه مسابقات ورزشی در رشته تکواندو که در شهر اشتوتگارت است ایره بر شما آماده و تهیه دیدیم. البته میایم سر به ارتباط هم یک عکس و ضمناً مسابقه را بر شما مصاحبه هایی که هست، ویدیو هایی که گرفته شده بر شما ما او را نشان میدیم. چند روز قبل ما یک مصاحبه جالب رئیس جمهور ما را دیدیم که در دویچه وله با یک خبرنگار آلمانی مصاحبه داشتن. یاد کردن که افغانای ما در اروپا پناهنده میشن. شریف صاحب، این ویدیو را اگر لطف کنید، اونا مصاحبه کردن که ویسا پناهنده میشن و ظرفشویی میکنن. ما امروز به ارتباط از امی خواستیم که بر شما نشان بدیم که افغانایی که میاین پناهنده میشن و این ورزشکارایی که در اشتوتگارت با کمک و تپ و تلاش و زحمات استادان ورزیده مانند احمد شای فضی، محترم سواق صاحب و محترم سمت صاحب که اینا را به سالها، به هفته ها، ماه ها زحمت کشیدن، اینا را دور هم جمع کردن، تمرینات و موضوعات که لازم است اونا را کمک کردن و تانستن که در این مسابقات، البته این مسابقات یا مسابقات قبلا نستن، اونا را به حساب آماده از این مسابقات ساختن که تانستن جوان ها واقعا خوب بدرخشن
و مدال های رنگ و رنگ و مدال های رنگین به حساب به نام افغانستان و به نام افغان به دست بیارن که ما حال آیسته آیسته ویدیو ها و فیلم های از اونا را برای شما نشان میدیم که متاسفانه رئیس جمهور ما که طور که یاد کردن اینا برای مشقاقشوی اینا آمدن، اینا هم افغان هستن که در افغانستان امکانات برشان داده نشد. اینا کسایی هستند که البته به سالهای سالها نه بلکه در ماه ها شدن، چندین ماه شدن که 2 ماه 3 ماه 5 ماه یا در سالهای اخیر در افغانستان آمدن و اینا امکاناتی که در افغانستان برشان داده نمیشه و اینا مجبور هستند که وطن ترک کنند، زندگیشان مطمئن نیستن و تال چندین ورزشکار سرشان عمله شدن، زخمی ساختن، از بین رفتن، تلو شدن، شهید شدن چندین بازشکار دیگر... مجبور هستن که برای ترک وطن کنن وقتی که زندگیشان مطمئن نباشن. خب می روانی بله، اینا در اینجا امکانات بسیار ناچیزه که امی استادا با مشکلات که ما کل ما داریم در مجموع اینا دور هم جمع میشن، امکانات بسیار کم برشان داده میشن و اینا افتخارات بزرگ کمایی میکنن. باید هم یاد کنیم که واقعا مشکلات زیاد است، مشکلات به این مفهوم که این جوان ها رفته باید تمرین کنن، اینا از جاهای دور آلمان باید جمع شون، اینا آماده این مسابقات شون، برای زینا باید جای داده شوه، هتل گرفته شوه، که البته اتحادیه ورزشی افغان ها مقیم آلمان و محترم استادا که زیادتر زحمات متقبل شدن و مصارف اینا همیشه کوشش کردن که تمام این امکانات مهیا بسازن برای ورزشکارا. البته باید یاد کنیم از یک دوست ما به نام هارون اتمر که در این مسابقه یک مصارف یک موتر اسپانسر شدن که باید ازشان تشکر کرد، که ولی متاسفانه دیگه ما همیشه یاد میکنیم، همیشه ایره تقاضا میکنیم، حتی برای دیدن برای تشویق ورزشکارا بسیار کم رنگ است. افغانای ما در اشتوتگارت زیاد افغانا حضور دارن اما کسی نامده بودن، ولی بر صورت شما میبینین که مسابقات که اونجا توریک تا ویدیو دیدین، بیرق افغانستان دیدین و در زمین در تمام مسابقات ناما و زمین بیرق افغانستان در اونجا است. ما میبینیم که این جوان ها 4 مدال طلا و در جمله تقریبا 20 کشور اروپایی 4 مدال طلا، 2 برونز و 2 نقره را اینا به نام افغانستان کمایی کردن که جای بسیار افتخار است و جای قدردانی است و نمرات ها میبینیم که به نمرات بسیار خوبه و چانس و تصادف 34-1 در مقابل 34-1 تانسته که برنده شد. البته جریان مسابقات دوام داره، خب ما البته مسابقات زیاد است و فکر میکنم که بیایم سر ویدیوهای بعدی که مصاحبات ایشان هستن که از ورزشکارا از زبان خودشان بشنویم، از استادا بشنویم مشکلاتشان و از ضمن دستاوردهایشان اینا چقدر وقت شده آمدن، در کجا زندگی میکنن. البته میخواییم از زبان خودشان بشنویم دیگه. دوستات بازم ما آرزو من دستم که هموطنهای ما ورزشکارای ما دست به دست هم بتن، تنها با گپ سخن نمیشه، امید دستاوردها و ایوی کار ساده نیست، زحمات سالهای است که کشیده شده تا به ای جا رسیدن. بر نگهداشت از ای ما باید دست به دست هم بتیم و کار کنیم و بر سال آینده، یعنی یک ماه بعد، یک نیم ماه بعد در شهر هامبورگ در ماه فبرور، در عبدی فبرور جرمن اوپن است، در شهر هامبورگ باز دایر میشه مثل سالهای پیش که ورزشکاران می آمدن. باز هم توجه هموطندارای خدا می خواهیم که با این ورزشکارا توجه داشته باشن و یک کمک شوند و یا تا جایی رسیدن که افتخارات
زیادتره، یعنی بسیار زیادتر که ما هیچ زود انتظارش نداشتیم به دست میارن. البته شما روز اول مسابقه، ختم مسابقات روز اول بود که در مجموع مدالایی که گرفته بودن، شما بگیم استادان و تمام ورزشکاران جمع هستن. بیننده های پروگرام دنیای ورزش، امروز تاریخ 6 دسامبر ما در شهر شتوتگارت آمدیم با جوانایی که در اینجا افتخارات به دست آوردن. میخواییم که یک مصاحبه کوتاه با اینشان داشته باشیم. شما خود به بیننده های تلویزیون معرفی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من محمد یوسفی است. کمک بلند. اسم من محمد یوسفی است. چند ساله هستی؟ 13 ساله هستم. چند سال میشه که تکواندو میکنی؟ 7 سال. در چندمین بار است که در این مسابقه اشتراک میکنی؟ در مسابقه پارک اوپن 3 بار. 3 بار. در مسابقه چی نتایج شما به دست آوردی؟ در این مسابقه طلا. در مسابقات گذشته ایتان که اشتراک؟ گذشته یک نقط 3 هفته پیش یک مسابقه داشتم، اول شدم. دوام طلا گرفتین؟ و ماستر کاپ 3 شد. 3 شدین، بسیار خوب. یعنی هر دفعه حال نتایجت بهتر شده میره. چی توقع دارین از گروپ کاریتان و از افغانایتان؟ چی آرزو داری؟ که ما همیشه موفق باشیم و کمک هم کار داریم از دیگر نفر و از هموطنان. یک جهان تشکر. موفقیت های بیشتر تا میخواییم. نام خدا سن سال خورده داری، موفق باشی، آرام باشی. تشکر از اینکه با ما مصاحبه کردین. خواهش می‌کنم. بیننده های عزیز، باز هم ما یک ورزشکار پالوی خود داریم که میخواییم با اینا هم مصاحبه داشته باشیم. شما خدا برای بیننده های پروگرام دنیای ورزش معرفی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی رحمتی هستم، یک تن از ورزشکاران تیم ملی افغانستان. خودت چقدر مدت میشه که آمدین اینجا؟ به مدت 6 ماه میشه آمدیم به آلمان. آلمان. شما در افغانستان تکواندو رو شروع کردین؟ در کدام کلاب، در کدام تیما بازی کردین؟ تکواندو رو در افغانستان شروع کردم، حدود 3 سال میشه تحت نظر استاد وحیدالله بیات که بسیار کوشش و تلاش بسیار سر ما کردن و تانستم در این حد برسم و مدال های خوب خوب برای استاد بزرگ خود بگیرم و تبریک بگیرم. شما سفرهای خارجی در افغانستان کردین؟ آیا سفر کردین؟ شما کدام نتایج گرفته بودین؟ بله، یک سفر داشتم کشور هندوستان همراه دو استاد عزیزم، استاد نصیر احمد بلخی و استاد وحیدالله بیات، که توانستم مدال طلا بگیرم و استادم هم بهترین داور شد. استاد وحیدالله بیات، استاد نصیر احمد هم بلخی هم مدال طلا گرفت در بخش پومسه، خودم هم در بخش فاید مدال طلا توانستم بگیرم. بسیار خوب. شما در آلمان کامدین، امی مبارزه تان اولین بود یا مسابقات پیشتر هم اشتراک کرده بودین؟ نه، امین اولین مسابقه من بود و بسیار سخته هم آمدم، دیگر راه هم دور بود و فقط به خاطر کشور عزیز خود افغانستان آمدم مسابقه بدم تا پرچم افغانستان رو بالا کنم در کشور بیگانه. شما دمی مبارزه تان کدام نتیجه گرفتین؟ کدام مدال کسب کردین؟ بسیار نتیجه خوب گرفتم و از نتیجه خودم راضی هستم. مدال طلا گرفتم و توانستم حریف ژاپنی خود و سویدن خود و انگلیس خود که فاینال بود، بسیار بچه تیاری بود، توانستم با 19-14 ببرم. شما چی گفتنی و چی پیامی بر افغانای دیگه دارین؟ به افغانای خود پیام دارم که کمک کنن ما، تشویق کنن ما در کشورهای خارجی بتوانیم بیرق کشور خود را، عزیز خود را بالا کنن. دیگه گفتنی خاص ندارم. یک جهان تشکر از اینکه حاضر شدی به امرای ما مصاحبه کوتاهی داشتین. تشکر، موفقیت بیشترتان آرزو میکنم.
بیننده های پروگرام دنیای ورزش، باز هم یک ورزشکار با هم داریم. میخواییم که با اینا هم مصاحبه کوتاهی داشته باشیم. شما برای بیننده های پروگرام دنیای ورزش خودم معرفی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و خدمت تمام بیننده های عزیز. احمد مجیب سلطانی هستم. یک تن از اشتراک کنندگان تیم ملی افغان در شهر آلمان. شما از چه وقت شما تکواندو را شروع کردین؟ چند ساله بودین؟ ما تقریبا 9 سال میشه که شروع کردیم. دیگه در افغانستان شروع کردیم تکواندو را تا حال ادامه دادیم. زیر نظر کدام استادات شما تمرین کردین در افغانستان؟ من خودم تقریبا زیر نظر استاد ضیاءالحق بخشی، استاد نثار احمد بایی و میرویس بایی تمرین کردیم و چند سالم در عضو تیم بودم که تیم ملی. بله. جوانان، شما سفرهای خارجی داشتین؟ بله، سفرهای خارجی داشتم. آسیایی نوجوانان ویتنام بود، رفتم بالای مدال باختم اونجا. سفر لکنو هندوستان بود، مدال طلا گرفتم. سفر تاجیکستان بود، کشورهای آسیایی بود که توانستم مدال برنز بگیرم اونجا. این سفرها رو رفتیم. اینجا چقدر مدت میشه که آلمان آمدین؟ تقریبا 2 ماه میشه که ما آمدیم آلمان و در این مسابقات تانستم اشتراک کنم. استاد احمد شای فیضی، استاد سحاک یا بسیار زیاد تشکری میکنم ازشان که کمک کردن امرای ما تا ما در این مسابقات اشتراک کنم و در اثر که تمرینم کم داشتم ولی مدال نقره را گرفتم، ولی مسابقه آینده کوشش میکنم طلا بگیرم انشاءالله. این مسابقه اولین بارتان بود که در شهر آلمان مبارزه کردین؟ بله، بازی اولم بود دیگه، به خاطر که 2 ماه میشد که آمده بودم، اولین بارم بود در اینجا من اشتراک کردم. و امی مبارزه کردین، چند بازی کردین و امرای کدام کشورها شما افتادین؟ ما 4 بازی کردم در مجموع. بازی اول امرای اتریش بودم، 2 بازی دیگه امرای خود تیم آلمان بودم، بازی سوم 4 امرای بلژیم بودم که 6 پوینت واگذار کردم بازی را. بسیار خوب. چی پیام دارین چی برای افغانای ما؟ به افغانای ما که در اینجا پیام ما میست که تمرین کنن، کوشش کنن. تمام استادا از دل جان کار میکنن تا به ما کمک کنن، یک سهولت به ما فراهم کرده که اینجا ما تمرین کنیم. از شانمی خواهن هستم که بیاین تمرین کنن، یک جای امرای ما یک دست باشیم، یک افغان باشیم. بسیار خوب. یک جهان تشکر از اینکه وقتتان بر ما گذاشتین، مصاحبه کردین. موفقیت های بیشترتان آرزو میکنم. تشکر از شما همچنان که این قسم امرای ما مصاحبه میکنین، ما را رشد میتین. یک جهان از شما هم سپاس. تشکر. بیننده های پروگرام دنیای ورزش، باز هم در شهر اشتوتگارت هستیم. یک جوان دیگه پالوی خود داریم که میخواییم با اینا هم مصاحبه داشته باشیم. شما بر بیننده های پروگرام دنیای ورزش خودم معرفی میکنین؟ به نام خدا. سلام خدمت تمام بینندگان تلویزیون دنیای ورزش. سید نصر احمد بلخی هستم، عضو تیم ملی پومسه افغانستان. شما در افغانستان از چند سالگی تکواندو را شروع کردین؟ چند سال تکواندو کردین؟ ما از 12 سالگی تکواندو را شروع کردیم که تقریبا الان 12 سال میشه که من تکواندو میکنم. در کدام کلاب ها بازی کردین؟ زیر کدام اثر کدام استاد؟ تحت نظر وحید الله بیات. سفرهای خارجی شما داشتین؟ در افغانستان بله، یک سفر خارجی داشتم در کشور هندوستان، در شهر دهرادون. در سال دسامبر 2014 بود که 18 کشور آسیایی اونجا اشتراک کرده بود که من تانستم در بین در فرسنیار در پومسه مقام اول، یعنی مدال طلا را به دست بیارم. شما چقدر وقت میشه که در کشور آلمان آمدین؟ ما 5 ماه میشه که در کشور آلمان آمدیم. ای اولین مسابقه تان است که در کشور آلمان شما انجام میتین؟ بله، اولین مسابقه بود که من آمدم اینجا مسابقه دادم، گرچند که دور از تمرین بودم. 5 ماه میشد که تمرینه. واقعا ما او آرزویی را که داشتم که پرچم افغانستان را بلند کنم، او نشد، بازم توانستم مقام سیوم بگیرم. شما چی پیام برای افغان‌ها، برای نوجوان‌ها، برای هم افغان‌ها دارین؟
پیام به امی که بیاین امی تو که شما ما را مورد تشویق قرار دادین، اونا هم بیاین ما را تشویق کنن و یکان کمک مالی کنن برای ما که ما تا بتانیم در قله های بلند برسیم. بسیار خوب، موفقیت های بیشتر تانه میخوایم. تشکر از این که حاضر شدین با ما مصاحبه ای کردین. تشکر از شما و تشکر از تلویزیون خوب شما. تشکر. بینده های پروگرام دنیای ورزش، باز هم یکی از ورزشکارهای ما با خود دارم. میخوایم با اینها هم یک مصاحبه تلویزیونی داشته باشم. از پیشان خواهش میکنم که خود بر بینده های تلویزیون معرفی کنند. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت بیننده های عزیز، همچنین هموطن های محترم. من محمد جواد لکزایی هستم، عضو تیم ملی افغانستان. شما از چند سالگی شما این ورزش تکواندو را شروع کردین و زیر تحت کدام مربی شما یاد گرفتین؟ من از سن 10 سالگی شروع کردیم تکواندو را زیر نظر استاد بانوی، بعد از او استاد قائمی و همچنین استاد میرزایی و استاد خاشی، و در حالی در اسن در آلمان هستیم زیر نظر استاد احمد شای فیضی. بسیار خوب، شما چند سال عضو تیم ملی افغانستان بودین؟ من عضویت تیم ملی افغانستان از سال 2010 کسب کردیم. در همون سالم فضل خدا الحمدلله من توانستم که مدال برنز آسیایی را کسب کنم. سفرهای خارجی یعنی داشتین؟ چند سفر خارجی داشتین و چی افتخارات به دست آوردین؟ من در کل یک سفر خارجی داشتم در همون سال 2010 در مسابقات المپیک آسیایی گوانجو چین، و یک مسابقات هم در ایران داشتیم که توانستم مسابقات جام فجر ایران مدال طلا کسب کنم. چقدر وقت میشه که شما در کشور آلمان آمدین؟ من الان حدود 4 الی 5 ماه است که در آلمان آمدیم، تازه وارد شدیم. اولین مسابقه تان بود که در آلمان اجرا کردین؟ اینجا اولین مسابقه بود که بعد از یک سال دوری از مسابقات من اشتراک کردم. زیادم تمرین نداشتم، یک 3 ماه اینجا تمرین داشتیم همراه استاد احمد شاه فیضی، توانستیم که مدال نقره را کسب کنیم. دیگه نتانستیم مدال طلا کسب کنیم، شرمنده هموطن هستیم. انشالله که در مسابقات بعدی بتانیم جبران کنیم. اما شما دم یک نمره از تفاوت یک نمره از مدال طلا خطا خوردین، یعنی شما کدام پیام، کدام گفتنی برای بیننده های تلویزیون بر ورزش کارا دارین؟ من خدمت بیننده های عزیز عرض میکنم که اگه میتونن یک موقعیتی فراهم کنن برای جوانای وطن که در هر جای دنیا که هستن بتونن ورزش خوب پیش ببرن و بتونن در هر مسابقه‌ای که میشه اشتراک کنن، چرا که مخصوصا مهاجرین زیاد انگیزه نیاز دارن برای اینکه در مسابقات شرکت کنن، و همین که بتونن دلگرمی باعث دلگرمی ما ورزشکارا باشن، این بسیار کمک خوب است. تشکر از اینکه حاضر شدین یک مصاحبه با ما کردین. موفق و کامیاب باشین. تشکر. من هم از شما تشکر میکنم که سلام ما را خدمت هموطنان عزیز میرسانم. تشکر. خب هموطنان عزیز، ورزشکاران گرامی، شما مصاحبه چند ورزشکاری که در روز اول البته مسابقات خود را سپری کردن، مدالای رنگارنگ برای ما و شما کمایی کردن که قابل افتخار است، و شما هم دیدین شدین که اکثرت از اینا چند ماهی شده که تا آلمان تشریف آوردن. اینا به شرایط بسیار سخت زندگی میکنن، هنوز جایشان درست ثابت نیستن، جای درست مطمئن که اینا بتانن به آرامی زندگی کنن. البته بازم من قلبا از استادای بزرگی که شما بعدا خودشان رو میبینین، مصاحبهایشان رو میبینین، تشکر میکنم که اینا زحمات زیاد کشیدن، این جوان ها را از تمام آلمان با مشکلات همیشه جمع کردن، سرشان کار کردن، به هفته ها زحمت کشیدن. البته تعداد از اینا امی تعداد 11 نفر نبود،
بلکه زیادتر از 30 نفر بود که در کمپای تمرینی اینا با هم تمرین کردن، زحمت کشیدن و از قاتشان 11 نفر خوش کردن و در این مسابقات اشتراک کردن. باز هم باید یاد کنیم که اول ما میخوایم یاد کنم که در این دیجه مصاحبه‌ای که ما کردیم، البته افغان‌های زیاد از کشورهای دیگر هم وجود داشتن، از اتریش آمده بودن، از خود آلمان آمدن و مدال‌های هم گرفتن که در گروه افغان‌هایی که ما با ما بودن نبودن، با تیم‌های آلمانی، با تیم‌های اتریشی، سوئیسی اینا هم اشتراک کرده بودن که اونا هم و مثل اینا تازه آمده بودن از کشورها، با تیم‌های از کشورها در این مسابقه اشتراک کردن که هم مدال گرفتن. تاون مثال تاجدین غفوری مدال گرفت و از اون برادرهایی که از اتریش آمده بودن. خب اگر چون وقت برنامه کم است ما نتانستیم که مصاحبه های مکمل از کلگی داشته باشیم متاسفانه. همین الان ما همین برنامه هایی که ما تقریبا به خاطر از این پروگرام اشتودگار تقریبا ما 4-5 برنامه کار داریم که بتانیم کل ازیر به نشر برسانیم و متاسفانه امکاناتش ما نداریم که ما هم برنامه رو باید پیش ببریم، هم در پالیزی کمک های مادی دیگر، رفت آمد ما، کارها، یعنی مصارف زیاد است. آرزومند هستم که افغانای ما در ایسا کوشش کنن که کمک کنن، همکاری کنن و بتانیم که خوبتر و بهتر پیش ببریم. واقعا رسول جان که گفت که در اونجا افغان های زیاد بودن، بدون از این افغان ها از کلاب ها، تیم های دیگه از هر کشور آمده بودن، یعنی جای خوشی است که آدم میبینند در یک تورنمنت بزرگ که 18 یا 20 مملکت در اشتراک کرده بودن، یعنی تعداد زیاد افغان ها رو میدیدی، حتی در گروپ های ما امرای خود بچه های ما افغان مقابل افغان برابر شدن که او در تیم های دیگه یا کشور دیگه بود، یعنی بودن که آدم خوش میشه که به این تعداد افغان ها به سپورت در اروپا رو آوردن، یعنی در سپورت هستن، جای خوشی است. اما راه های بیراه نرفتن، بشقابشویی نمی کنن، آمدن سپورت میکنن، افتخار کمایی میکنن. شریف صاحب اگر لطف کنین ویدیوی دیگر شما. بیننده های عزیز پروگرام دنیای ورزش، امروز ما در شهر اشتودگارد آمدیم، در اینجا یک تورنمنت تکواندوست که استادای محترم، استاد سهاگ، استاد فیضی، استاد صمد صاحب ورزشکارا را جمع کردن. ما میخواییم که راجع به این تورنمنت یک مصاحبه کوتاه با ورزشکارا و با استادا داشته باشیم. اول در قدم اول ما ورزشکارا و استادا را میخواییم که خودشان معرفی کنند. تشکر. پرویز نظری هستم، کوچ تیم. تشکر. قسیم انوری هستم، کوچ استاد سال. بسیار زیاد تشکر. عبدالغفار سهاق، یکی از کوچه ای تیم هستم. تشکر از شما، تشکر از تمام بینندگان محترم. نام آرون صمد است و من منعیس کوچ در این تورنمنت سهم گرفتم. احمد چای فیضی هستم و مسئولیت کوچنگ تیم به عهده دارم. محمد یوسفی. محمد امارات. بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی رحمتی هستم، یکی از بازیکنان تیم ملی. به نام خداوند مهربان. احمد وجیه سلطانی هستم، یکی از بازیکنان تیم. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز، محمد جواد لکزی هستم. به نام خدا. سلام خدمت تمام بینندگان عزیز، سید نصر احمد بلخی هستم، عضو تیم ملی پومسا. بیننده های عزیزی، ورزشکارا بود که امروز در این تورنمنت مسابقه کردن، رزمیدن و نتایج بسیار خوب آوردن. من از استاد سهاک خوشمند هستم که راجع به می تورنمنت یک چند کلمه صحبت کنه که ای به کدام درجه و چقدر کشور و کی در اینها اشتراک کرده بود. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما و سلام به بیننده های تلویزیون پیام افغان. ما روز جمعه به شهر اشتودگارد آمدیم و در مسابقات 30 مسابقات اینترنشنال پاک پوکال سهم گرفتیم و جوانان را از شهرهای مختلف جمع کردیم، جوانان افغان البته، و با اینا تمرینات مشترک داشتیم و تحت نظر نظرات اساتید مجرب
طبعا و بالاخره ما امروز در این مسابقات شرکت کردیم، 11 نفر شرکت کرده این مسابقه و دو تا دختر و 9 پسر که امروز نتایج خوبی را داشتیم و ما امروز توانستیم که 3 مدال طلا بگیریم، 2 تا نقره و 1 مدال برنز بگیریم. یک نفر ما متاسفانه مسابقه را واگذار کرد و فردا هم 3 نفر دیگه انشالله وارد مسابقه میشن که امیدواری است به توکل خدا انشالله که موفق خواهد شدن. ما از محترم استاد فیضی سوال دارم که امروز شاگردایتان یا ورزشکارای افغان ما که امروز رزم میدن، کدام ورزشکار کدام مدال به دست آوردن؟ به نام خدا و سلام به بیننده های محترم جهان ورزش. امروز محمد جان یوسفی در وزن 45 کیلوگرم داشتیم که با 4 برد مدال طلا رسان خود کردن، همچنان محمد جان امیرات که با 3 برد مدال طلا رسان خود کردن، مهدی رحمتی که یکی از بهترین بازیکنان تیم ما بود که 2 مسابقه خود را نکاوتی زدن و 2 مسابقه خود با امتیاز بسیار بلند بردن و مدال طلا رسان خود کردن، مجیب جان سلطانی که 3 مسابقه خود برد و مسابقه فاینال خود در مقابل انگلیس با تفاوت 1 نمره واگذار کرد، جواد جان لگزایی چهره درخشان ورزش کشور ما که مدال برنز المپیک آسیایی رو داره و مدال طلای جام فجر بعد از 1 سال وقفه در ورزشش دوباره در سطح بین الملل بسیار عالی درخشید که در مقابل تیم ملی اتریش با 1 امتیاز مسابقه رو واگذار کرد و 1 مصدومیت داشت در پای راست خود که مسابقه را نمیتونست به شکلی که شاید بایدش بود مبارزه را پیش ببره و خوشبختانه ما همچنان بصیر جان بلخیر امروز با خود داشتیم از بازیکنان تیم ملی ماست که در بخش فرم یعنی فرم پامسه کار کردن، خیلی عالی درخشیدن و مدال برنز آسان خود کردن و نگفته نباید گذاشت که دکتر صاحب محترم نیم جان صاحب دل که در هر مسابقه بچه‌ها هم روی همیتن و هم پرستاری به حدشان که ای تمام کسب مدال ها بدون کمک از اینا و بدون پرستاری از اینا مقدور نبود. تشکر یک جهان. واقعا امروز ما شاهد حال هستیم که جوانای ما که در این میدان رزمیدن بسیار نتیجه عالی داشتن. ما فوق العاده از این جوانا خوش هستیم و تقدیرشان میکنیم، موفقیت های هرچی بیشترشان هم میخواییم. در این امکانات بسیار کم ناچیز ما که ما داریم و از هر گوشه و کنار جمع میکنیم که میارین در این میدان ها استاد میشه زیر بیرق افغانستان میرزمن، واقعا افتخار به این جوان هاست، آینده بسیار درخشان دارن. تشکر، زنده باشین. کدام گفتنی فیضی صاحب مانده؟ چیزی که باید برتون بگم می جوانایی که از جمع شدن اکثرت از یا در خیمه های مجرین زندگی میکنن که فعلا یا در شرایط بسیار بد زندگی رو به سر میبرن و با وجود از اون با یک عشق بسیار زیاد و با یک علاقه بسیار زیاد، اگرچه از اکثر از اینا 6 ماه و 5 ماه و 4 ماه سفرهای بسیار خسته کننده رو پیش رو داشتن، ولی بازم با یک افتخار حاضر شدن و بیرق خود به شکل بسیار عالیش به اعتزاز آوردن. ما امیدوارم که صدرون در زمینه هم میخواستن که در رابطه با بچا که مثال نظر کنن. تشکر از شما، تشکر از تمام بینندگان و از همه عزیزانه که در این تورنمنت سهم گرفته بودن. واقعا ما بهترین های تکواندوی کشور در آلمان داریم، قسمی که امروز با ما به اثبات رسید و واقعا این جوانان ما بسیار عالی درخشیدن و ما دانستیم که 2 مدال طلا و 2 مدال نقره، 3 طلا، 2 نقره و 1 برنز در اینجا یکی از دستاوردهای ما بود در روز اول مسابقات پارک اوپن که در شهر اشتوتگارت کشور آلمان دایر میشه و فردا ما هم بازم 3 مسابقه دیگر در پیش داریم که اونا هم بچه های موفق هستن و از بانوان هم ما سبا داریم یک 2 نفر بسیار موفق که انشالله که اونا هم یک دستاورد می داشته باشن. من برای بچه ها تمنا می کنم که موفق باشن و در آینده هم چنین دستاورد ها ما با کشور خود بنام و زیر بیرق خود ما داشته باشیم. تشکر.
تشکر نگفتن اما امروز ما جای ویس جان تخلصشان محمدی ما خالی میبینم چون متاسفانه اونوا اوگار بودن کمرشان اوگار شده بوده مسابقات امروز نتانستن که در مسابقات سهم بگیره یعنی یک مدال طلا آور ما وام هستن که در 3-4 مسابقات که قبلا مسابقه کده همیش مدال طلا آوردن و گفتن امانه عبدالرحمن جان هم ایده ورزشکار ما که همیش تلاور تلا مدالای تلا آوردن امروز در بین از این جوان ها نبود جایشان خالی یک جهان تشکر ما فقط بیشتر تان کدام گفتنی اگر شما دارین چیز پیام دارین تشکر از همه شما ما فقط بیشتر تان میخواییم تشکر که حاضر شدین یک مصاحبه کوتاه کردین خب دوستان عزیز شما مصاحبه استادا و در مجموع تمام تیم که در این مسابقه اشتراک کردن شما دیدین و شنیدین ضمن از جوانان را دیدین استادا را دیدین که به حساب این جوانان را به مشکلات از کمپ های تمرین از کمپ هایی که تازه آمدن و با مشکلات زیاد زندگی میکنن جمع آوری کردن و آوردن در مسابقات و زمان مصاحبه چه خود جوان ها را کروشین اونا چونوها چشم دیدشان بود اونا میدیدن که این استادا و در مجموع ما کل ما با چی مشکلات با اونا طور مثال اونا را جمع آوری میکنیم و در جای با اونا میاین و بودوباش میکنن و تمرینات مشترک میکنن و کلش مشکلات اونا میبینند و با گوشت پوست خود حس میکنن و به خاطر تقاضا داشتم که از افغانهای خود که به اینم کاری کنن کمک کنن خب گفتنی ها زیاد است ولی ما میریم بازم سر ویدیو و مصاحبه های دیگری که چون وقت برنامه میشه کم است نمیتونیم که مکمل سر بسیار موضوع صحبت کنیم میریم سر مصاحبه بعدی باز هم ما دو بانو و دو خواهر افغان خود که در تورنمنت سهم گرفته بود با خود دارم که تازه از مسابقه تمام شده ما میخواییم که با ایشان یک صحبت کوتاهی داشته باشم بی بی قند خود به پروگرام دنیای ورزش معرفی میکنیم السلام علیکم نامم از زحال انواریست ما عبدال سال هستم که از جرمنی میایم خودت بی بی قند کدام کلاب وزیر کدام امرای کدام مربی تمرین کردین؟ نامم استادم است استاد سحق و پدرم محمد قاسم انوری و استاد امرشا فیضی چند سال میشه که خودت تکواندو میکنی؟ امو 5 سال میشه که تکواندو میکنم اما در دی تی او 1 سال میشه که من بی تی اف میکنم شما در خود آلمان کدام مقام دارین چقدر مسابقه کردین نکردین کدام مقام گرفتین در جرمنی ما در چیز اول هستم اما در اینجا با اولین دفعه ما است که در پارک بوکال شروع کردم سیوم جای سیوم گرفتم شکر به نام خدا بسیار خوب خودت یعنی در مسابقات که در جرمنی میشه کدام مقام گرفته بودین چون صدا بلند بود من نفهمیدم مقام اول الحمدلله بله خب بسیار خوب یعنی میخواین در آینده هم اینم ورزش در ادامه بدی کمک خدا کمک امام علی میشه انشالله چی آرزو داری یا چی از جوانات چی میخوایی که چی نظر داری پیام خدا بر جوانای که در جرمنی هستن خارج از وطن هستن چی من میخوایم که خورای و بدای افغانای ما زیادتر سپورتش رو کنن که انشالله نام افغانا را پیش ببرن الحمدلله بخیر انشالله تعالی باز هم ما فقط بیشتر تا میخوایم تشکر از این که در ایماندگی حاضر شدی با ما صحبت کردیم حالا میخوایم که با بی بی دیگه خود صحبت کنیم شما جای کردیم اینجا شما خدا به بینده های تلویزیون خدا معرفی میکنیم به نام خدا سلام عرض میکنم من طاهره صادق سبحانی هستم
در خدمت شما هستم. شما چقدر مدت میشه که تکواندو میکنین؟ در کجا شروع کردین؟ من 7 سال میشه که شروع کردم و از الان که در پیش استاد فیض هستم. 7 سال پیش در داخل افغانستان شما تکواندو رو شروع کردین یا خارج از مرز افغانستان؟ متاسفانه در ایران شروع کردیم. بله. چقدر وقت میشه که در جرمنی آمدین؟ 5 ماه میشه که آمدم. من که چیزی در اینجا دیدم، شما زوج ورزشکار و اردویتان تکواندو باز است. بله، همراه شوهرم جواد جان لغزایی. و شما در مسابقات که در اروپا آمدین، اولین مسابقه تان بود که شما در اینجا سهم گرفتین؟ بله، بعد از 2 سال ای اولین بار بود که اشتراک کردم. انشالله در مسابقات بعدی. چی پیامی برای دخترای افغان، برای افغانای ما دارین شما؟ ما از خواهرا و برادرای افغان میخوایم که حتما انشالله در هر کاری که ادامه میتن بیرق افغانستان همیشه بالا ببرن انشالله به فضل خدا. یک جهان تشکر از اینکه برای ما حاضر شدین، صحبت کردین. جهان سپاس. تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین. لطف دارین. تشکر. Thank you.
نشان داشتن پس به تکیه نامن شد. خب بیننده های عزیز، شما مصاحبه را و ویدیوها را دیدین که در قسمت اتحادیه ورزشی افغان ها مقیم آلمان بر از این ورزشکارا تقدیرنامه را تهیه داده بودند که این ورزشکارا را تقدیر کردند. و در ضمن از همه ورزشکارا و از اتحادیه ورزشی افغان ها مقیم آلمان ما تشکری میکنم که زحمت کشیده بودند، از راه های دور آمده بودند، در اونجا سهم گرفته بودند، جوان ها را تشویق کردند و تقدیرشان کردند. خب دوستا، باز معذرت که طور کال ما متوجه شدیم یک نقص تکنیکی مصاحبه که دکتر صاحب دل که زحمات زیاد در این تورنمنت کشیدن با برادر ما که داخل بیرق افغانستان که دور خود چرا دادن، البته با اونا هم یک مصاحبه ما داشتیم که نمیفهم چی نقص تکنیکی پیدا شد که نشر نشد. البته نقص تا کجاست او را فعلا نمیتونم بفهم، ولی ما انشاءالله در پروگرام های بعدی او را به نشر خواهیم رسان. معذرت و ضمن مصاحبه و ویدیوهای زیاد است که گنجایشش در یک پروگرام نبود، ما همقدر توانستیم که همی اندازه را ثبت و نشر کنیم، چون برنامه رو با اخیر است، چند دقیق داریم. میخواییم دوباره باز اعلان دو اعلان را تیر کنیم که یکی از منصور جان یعقوبی است که در 12 دسامبر مسابقاتشان در شهر لندن است، که آرزومند هستم که از تمام افغانای ما که در کشور انگلستان و در شهر لندن هستن بیاین جوان افغان خود تشویق کنن در 12 دسامبر در شهر لندن. و ضمناً اعلان که از تمام ورزشکاران طبقه اوناست در رشته تکواندو که در آلمان و اروپا اینا زندگی میکنن که توانایی خود را در مسابقات کسب سهمیه المپیک برازیل میبینن، لطفاً با استاد احمد شای فیضی نماینده فدراسیون تکواندو افغانستان به تماس شدن. و از طریق تلفن های ما در تلویزیون است، از طریق این تلفن ها ما میتونیم که کانتکت از اونا رو با هم فراهم ساختیم. خب چند تا ویدیوهای دیگه هم هست که میتونیم که چند دقیقه وقت دیگه که مانده و در ضمن بدون ورزشکارای تکواندو یا از امی طبقه هناس که فعلا ضرورت هست، هر کسی که در هر رشته ورزشی میخواین که به نام افغانستان بیاین مسابقه بتن یا میخواین که به معرفی بگیریمشانه یا در تلویزیون مصاحبه با ایشان داشته باشیم، هر کس یعنی میخواین میتونن با ما به تماس شوند، یا ورزشکارا میخواین که خود برای تکواندو یا دیگه ورزش ها ثبت نام کنن، میتونن به طریق ما از برنامه ما ثبت نام کنن و تلفن کنن و تماس باشن، ما امرایشان همکاری میکنیم. البته دوستان این برنامه از ایجاد شده حالا چون مصاحبه ای که نشر نشد 4-5 دقیقه وقتی که در اون مصاحبه ما ریزرو کردیم میتونیم این صحبت کنیم. همیشه ما یاد کردیم که این برنامه به خاطر نشان دادن نمی مسابقات به رشد جوان ها، یاد از ورزشکارانی که عمر در افغانستان ورزش کردن، خدمت کردن، افتخارات به دست آوردن که اونا به فراموشی رفتن، اونا را معرفی کردن و معرفی گرفتن. برنامه خود شماست، این برنامه اهداف زیاد داره که در این جمله من یاد کردم، و هر افغانی که در هر گوشه و کنار اروپا و دیگر نقاط جهان هستن اونا میتونن که با ما در تماس شون، دستاوردهایی که دارن حتمی نیست که دستاوردها به سطح بین المللی به سطح جهانی باشه، و میتونن دستاوردها به سطح منطقه باشه، به سطح یک شهر باشه، از اون جا است که آساسا رشد میکنن، تشویق میشن. طور مثال ندیم جان امیری
باید یاد کنیم به افتخار که دمی هفته ها در تیم اوپنهایم اونا فوتبال میکنن. در 18 سالگی تورک مسابقه آخرش ما دیدم، واقعا گولای بسیار مقبول زدن که و زمنان گول ساختم که به جوان 18 ساله که یعنی بسیار بسیار کم به این سن سال است که به این سطح میرسن که ما به افتخار افغان هاست بر فامیلشان، بر تمام افغان ها که آینده بسیار درخشان دارن و اونا هم به تلویزیون به معرفی گرفته شدن و زنون ما آرزومند هستیم که از تمام افغان های ما که در گوشه و کنار که هستن با ما در تماس شدن و ما بتانیم با ایشان مصاحبه داشته باشیم و اونشان هم به معرفی گیریم و هم زمنان آرزومند هستیم که شریف صاحب اشاره میتن و هم زمنان آرزومند هستیم که این برنامه خود شماست، این برنامه کسایی که من در برنامه اشتراک میکنن، کسایی که آرزو دارن در برنامه کارهایی باید انجام داشتن کش کنن در فکر مادیات که ما بتانیم برنامه رو به خوب پیش ببریم. خب به بیننده های عزیز ای بود برنامه امروز ما که خدا کنه که خوش شما آمده باشه، به علاقه شما باشه. ما بر از جوان ها به همه موفقیت های بیشتر آرزومند هستیم. بیننده های عزیز امروز برنامه ختم شد تا برنامه بعدی ما که به تاریخ 22 سپتامبر است دسامبر همه شما را به خداوند پاک یک تال مسپاریم و دوستایی که در پشت لین ماندن معذرت میخواییم و کسایی که با ما همکاری میکنن، تشویق میکنن، ایمیل روان میکنن، از همه شما جهان سپاس. از شریفی صاحب یک جهان تشکر، از خطاب صاحب که این موقع را بر ما داده که این جوان ها را ما برای شما افغان ها معرفی میکنیم. خدا حافظ ناصرتان. خدا حافظ دوستایی.